من پدرامیزا هستم. من سقل هستم. خوش اومدید به کانال زکس. مادر چی آوردی براشون؟ خاطرات همیارها از مدرسه شون یا از دوران مدرسه شون. خیلی خب بریم ببینیم. بچا لایک و کامنت و سابسکرایب و بفرکیت پاره یادتان زادتان کنید تر بدید. بریم کامنت بذار. Let's go. دری گره بذار بوس کنم. خوب شد برو از اول. نویرت چیری های بکنم؟ نه محکم زدم؟ آره محکم که نزدم که. آقا ما یه روز تو مدرسه تو جمع نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم و اینا، بعد یه هم جمع گرفتیم وسط رفقا به معلمه یه فحشی دادیم فلان تو فلان دهن معلمه. آقا یکی از دوستامون اومد چیز شد و گفت میرم به معلم میگم، گفتیم برو اگه خواهی داری برو فلان کن. آقا اینم رفت به معلمه گفت. معلمه منو یه نگاه کرد یه اهم کرد هیچی نگو، کاش میباد میزد تو گوشم هیچی نگو. آقا این تا یه ماه دو ماه اصلا با ما حرف نمیزد، تا اینکه یه روز ننه بابا اون آوردیم با یه کارتون شیرینی، اون موقع تازه یه خورده نرم شد. بعد یه روز وسط کلاس شوفاش کنار ما بود، بعد لق بود، بعد ما تیک عصبی گرفته بودیم با پامون با این لوله بازی میکردیم، یه لوله منفجر شد، لوله شکست، کل کلاس آب گرفت، روز کلا دیگه کلاسمون تعطیل شد. معلمه گفت آقا اینجا یا جای منه یا جای این بچه‌ها، این چه وضعشه فلانه. آخرش با هزار زور بدبختی جمعش کردیم. این خاطره تخمی و بدی بود که از ما موند. خلاصه که عشقی پسرو واقعا اذیت میکنه. واقعا ما یه حرکتی کردیم سر معلممون رشتی بود، خیلی باحال. ما این تابلو این تخته نه تخته چیزو تخته چی میگن تخته سیاهو هی تکون تکونش دادیم، این اومده بود به بیخ بس شد. ولی این عادت داشت وقتی که میومد میزد یک ضربه میزد با گچ و ما اینا هی تکون تکون دادیم، اومده بود دیگه قشنگ جلو، یعنی دو تا ضربه میزدیم یه عقب جلو میشد میافتاد، همین داشت میزد پریش رو این تخته خورد زمانا قبلش دهنش رو سریز کرده بودیم. خاطی که گفت من دیگه کسی کشی بینا هموسه، من یه بار دیگه بیام سر این کلاس رفت، اما هم خوشحال. بعد یارو نازمه گفت آقا بیا برو نرمش کرد تو برو، ما سر کلاس یک در بچه های دهیز پشت آقا آمدید که یعنی من کسی کشی بینا هموسه دوباره رفت. حالا الان دقیقا خاطره منم نمیاد، ولی بگاهی زیاد داشتیم. یه خیلی کوتاه میگم، من همیشه میترسم من مدرسه کار کنم. یه سری بود الان امسال خیلی خسته شده بودیم خدا شاهدی از این چیزا از مدرسه اینا. بعد ما بچه‌ها قرار گذاشتیم که قرار کنیم مدرسه کلاً کلاس ما 7 نفر بودیم، تو خونه هم بودیم. به طبق معمول 5 نفر همیشه نمیام، همه تصمیم گرفتیم که در بریم. خلاص 7 نفر می خوام ما در اومدم موندن. ما هممون در من اولین بارم بود که داشتم در رفتم مدرسه. شانس گلمون مدیر دقیقا اومد این زنگ آخر که همه در رفته بودن 7 نفر مونده بودن، به اون 7 نفر حال داد قشنگ چرت و پاچه همون 5 روز مدرسه خاک شد. کسمه مدیر کسکش مقصر اون یارو خایمالاست، اون خایمالا رو باید پاره میکردی. راجع فرارم مرسی من میخاطر تعریف کنم به تو گفتم. آقا من اینجا خب کلاس 7 و 8 بودم دقیق یادم نیست. بعد من اصلا اپورتونی نمیتونستم بشنم سر کلاس، واقعا زبانم بلد نبودم اون موقع هنوز. خب هیچی نمیفهمیدی؟ آره با یکی از دوستای ایرانیم که مثلا اون خیلی اوکی بود، چند سال اونجا بودن جا افتاده بود اینا. بعد ما با هم اوکی شده بودیم، مدرسه رو میپیچوندیم، بعد از نرده ها با هم میرفتیم بالا میپریدیم و بعد میرفتیم مدرسه بیرون از پشت مدرسه. بعد یه سری من پریدم و نرده ها رفتم اون ور، دوستم بالای نرده ها بود یه پایین ور یه پا اون ور، میخواست بیاد یهو باباش با موتور اومد بغلمون وایساد یه نگاه من کرد یه نگاه به اون نرده لاچکی که اونو بابا آره بعد یعنی که پنج تا جفت میکنم کمک کردن اونا بالای 15 نظیر ده فشار چی داره میرقصه. سلام بر پدرام. چی شد؟ نفهمیدم. به دوستش رو امتحان ریاضی کمک کرده بود، اونا شده بودم 15 خودش شده بود ده.
مرسول عزیز. آقا من خاطره داشتیم از همین امسال مدرسه‌مون که کرونا شد و دیگه بعد سال باشه. آقا مدرسه ما که کرونا بود، ما تور دروازه نداشتیم. مثلا مدرسه‌مون توخی بود، تور دروازه داستانا اصلا نداشتیم. ما هم نداشت. بعد ما زمین فوتبالمون کنار دشیمون بود. یعنی پشت دروازه ما میشد دشی. آقا یکی از افرادی که حالا من نمی‌دونم کی بود، از بیرون اومد توی مدرسه ما بره دشی استفاده کنه، بیاد بره دوباره بیرون. آقا این میره تو دشی. بعد ما زمین بعدش داشتیم، داشتیم فوتبال بازی می‌کردیم. آقا رفیقم شوت می‌زنه، توپ میره تو گل، میره داخل دشی و میخوره به شیشه اون اتاقی که اتاق دشیی که یارو داخلش بوده و کلاً شیشه میشکنه، قشنگ محکم بوده و میره رو سر صورت یارو و یارو سر صورت خود میاد بیرون و فوش و ناسزا کنه. اصلا خیلی وضع خراب بوده، اصلا فوشش نمیگم، حالا یوتیوب ازم میگه. و آره دیگه فوش مادر رو اینا کامل داده بود و اینا، و آخرش هم مودی با تیپ انداختش میونه، چون واقعا حقش میشه رو تو دشیی که مال مدرسه است و اون غریب است اصلا به مدرسه نیست. من خاطره من بود از انصاف و خیلی خاطره جالب بود. ببین اون یارو باید میری تو شانس خودش به جای اینکه بره برینه تو مدرسه. یعنی تو انقدر بد شانس باشی بری تو یه دشیی برینی بعد تو بخوره بشکنه بریز رو سرت مدیر. اصلا خوب خطرناک بود، حالا یه بچه دیگه بود چی سلام چته تاجی یکی دو هفته مونده بود امتحان تمام بشه، بعد تو زوکه بود دیگه، یه دفعه معلم شبانی اومد تو گفت میخوام از کل کتاب امتحان مستمر بگیرم. از قبل نگفته بود همون وا چیکار کنیم، به هر دستی من گوشه اول خیلی چیزی میدونستم، گفت ما چیکار کنیم، همو هک کردیم. یه بار زنگ زد اومده معلم بعد کیه چیه چیکار داره یه چی نمیگفت، یه قش سی دقیقه وقتش اینجوری گرفت. یه بار زنگ زد یه بار بعد سه نفر آقا سر اون فهمیده بود اونم زنگ زد امتحان نگیر ای یار کرد میچس بیگو این جون. تو فهمیدی چی شد؟ منم نفهمیدم چی شد. جدی تو هم نفهمیدی دیگه؟ منم نفهمیدم. آخه من ناراحت شدم. خاطرت کس چه؟ پدرو میتونی ململانی و سو یکی از خاطرام که همین این دختر یا پسره؟ نمیدونم. سال بود اینه که امسال یه دونه امتحان داشتیم تو کلاس داشتیم میدادیم، ما یه اکیپ کلن بدترین کلاس مدرسه بودیم، یه اکیپ از 30 نفر هم 15 نفرشون 15 نفرمون کلن با همین یه اکیپ وسط امتحان بودیم. اتفاقا ما هم یه اکیپ داشتیم بهش میگفتن گروه پست سازان، سردستمون هم مجید پوفیوز بود. فیلم سوپر میفروختیم. آره خاصور میفروختیم. مثلا بچه ها دنگودون میگرفتیم که آقا بعد از مدرسه دنگودون جمع کنید بریم مثلا فلان چیزو بخوریم یا فلان حرکتو بکنیم، پولاشونو میپیچونیم. بعد چی شد یه بهونه می آورد بابا اینجوری شد اونجوری شد. نه ما در حد شما نه، من مثلا اکیپ مثلا منو همین ژینا دو نفر بودید؟ نه اکیپ بود، خب ما خیلی با هم چیز بودیم، خارج از اکیپ خیلی کر میریختیم. خب مثلا میرفتیم توی زیر زمین مدرسه‌مون طبقه پایین، بعد روی دیوار وقتی که کسی نبودن میرفتیم مثلا چیز میز مینوشتیم با رنگ قرمز و چی مینوشتیم؟ اون چیز میزا چیه؟ بچه ها رو ایسکا میکردیم، مثلا اسماشون رو مینوشتیم، مثلا فیلم ترسکنه هم زیاد نگاه میکردیم، بعد اینا مثلا میمدن میدیدن میریدن ما هم فاز میدادیم اونجا. آره من اومدم اینو دیدم اینجوری شد اسمتو نوشته بود چون تقلب رسون به یکی دیگه. آخه این کارهایی که شما میکنید پول توش نیست، باید یه کاری بکنید توش پول باشه. ما اونقدر سهنم کار نمیکرد. این دختره اصلا از اول بریم. خب اینو از اول گوش بده. ما یه اکیپ کلاً بدترین کلاس مدرسه بودیم، یه اکیپ از 30 نفر مثلا 15 نفرشون 15 نفرمون کلاً با هم یه اکیپ وسط امتحان بودیم، یکی از بچه‌هامون تقلب رسون به یکی دیگه، معلم دید ورقش پاره کرد یا کل کلاس رفتن برگاه رو پاره کردن واسه خودشون. آه چقدر حرکت گنگ و خفنی. آفرین باری کلا حال کردم واقعا. من خودشون میگم نه دیگه وقتی همه برگا پاره بشه نمیتونن یقه همه رو بگیرن که، دوباره مجبورن امتحان بگیرن. خیلی حرکتتون بوم بود، چه اتحادی، حال کردم باهاتون. آره باری کلا آفرین حال کردم. سلام و درود به شما دیار محبوب. حاجی من یه روز کلاس هشتمی بودم، بعد نیمکده بغلی که دوستم نشسته بود بعضی وقتا مثلا کریم میدید، مثلا خودکار میکرد شکر میدید، یا مثلا چک میزد، یا مثلا بعضی وقتا قلقلق میداد وسط درس. منم هیچی نمیگفتم. خلاصه یه روز که هرسم در اومده بود، شب اون روز رفتم یه تیتاب خریدم، بعدش تیتابو که خریدم لایشو باز کردم، بعد نصفشو مایه دستشویی ریختم، نصفش هم خالی که بتونم خودم بخورم. خلاصه فردای همون روز رفتیم کلاس و من بهش دادم، گفتم الان مسموم میشه، بعد مثلا دادم بهش هیچ نشد، پشمام ریخته بود. بعد دیگه مثلا انتظار داشتم یه مسمومیتی چیزی، مایه هم کم نریخته بودم، خیلی هم نه ولی متوسط بود، در حد مسمومیت بود، ولی اصلا خورد و هیچ واکنشی هیچ، منم پشمام ریخته بود، همین بود. حالا فکرم فرداش میام از قدرت من اصلا همه رو بلند میکرد، تواناییاش بیشتر میشد، اجسام رو تکون میداد. خورده ایچا نشده. سلام پدرو میتو سبول عزیز. یه خاطره که من دو سه ماه مدرسه داشتم خیلی هم باحال بود، البته باحال نبود، بیشتر خیلی فاجعه بود. این بود که من آخر کلاس میشینم، بعد کلاس ما از کلاسایی که دو تا ردیفه، یعنی یه ردیف راست یه ردیف چپه، من آخرین ردیف راست میشینم و من
جایی که میشینم معلم اصلا به من نمیتونه نگاه کنه، یعنی معمولا توی این دو سه ماهی که مدرسه حضوری بود من داشتم تو گوشیم اینستا میدیدم. بعد یکی از بچه‌ها میومد بعضی وقتا کنار من میخوابید، معلم هاشون نمیمونن تا آخر کلاس نمیفهمیدن این خوابه. یکی بچه‌ام تمام کلاس میز پنجم میشه، یعنی قشنگ معلم وای میسا میدیدش. این یه بار گفته بود که من تو مارمزونم بود، بعد به ساعت 3:30 صبح بیدار بود، بعد خیلی دید خوابش میومد گفتش که من میخوام بخوابم و گفتم نمیتونی الان جلوی معلم بلند شی کنار من بشینی. گوش نکرد همونجا خوابید. معلم عربی بیشور ما بغل دستی پسر رو بلند کرد. می چرا با معلم عربی بیشور باشه؟ خب کارشو داره میکنه. چرا دیگه؟ من راست میگم یا اون راست میگم؟ نه خب داره شغلش اینه که افراد رو بلند کنه ازشون سوال بپرسه. سش رو نیمکتمون هم از نیمکت دوتای قدیمی هست، بلند کرد نیمکت رو ول کرد و این پسر با صورت خورد رو نیمکت و به وقتی خواب پریده بودش میلرزی، اینقدر حالش بد شده بود و از اون روز هر وقت میبینمش در من روزی 40 بار داره به معلم عربی فوش میده. ولی کم هم نه من فکرم بلندش کم ازش گفت فلانی بلند شو، نگو خودشو بلند کرده. سلام به سوگل و بدرام. خاطر من اینه که من تا سال سوم بودم امتحان کشوری داشتیم، سال سوم دبیرستان رشته ریاضی. بعد ما می‌خواستیم تقلب کنیم. ببین رشته ریاضی، منم رشته ریاضی فیزیک، معلوم آدم باهوشه. کنیم گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، چون گوشی ها من میزنن که ببینن گوشی نبریم بالا. بچه های سری ایرپاد و گوشیشون رو میذاشتن تو کفششون، چون تا پایین گوشی ها رو نمیکشید و میبردن بالا و تقلب میکردن. یکی از روزایی که بچه‌ها این کارو داشتن می‌کردن، الان کلی ازت تعریف کردم که تو باهوشی، تقلب چی؟ رشته ریاضی فیزیک تقلب نمی‌کنه، خیلی فوله واسه ریاضی. مگه تو تجربی هستی؟ مگه علوم انسانی هستی که بخوای تقلب کنی؟ ریاضی فیزیکی یه بار بابا مثلا سر اینکه مثلا گوشی‌ها بزنن که اون صدا خورد، یعنی تا پایین برد گوشی‌ها به صدا خورد. اون لحظه نمی‌دونستم چیکار باید بکنم. من رفیقم علامت دادم گفتم بگو کلید تو جیبمه، چون آهنم برای آهنم صدا می‌خوره. و تنها کاری که اون لحظه تونستیم بکنیم من کلیدمو پرت کردم سمت رفیقم و اون به بهونه اینکه بنده کفشش رو بنده خراب شده کلیدو برداشت و اینجوری مراقبه پیچوندیم دیگه، گفتیم صدا کلید بوده. اونم دوباره گوشیاب نکشید رو. ببین باز نشون دادی رشته ریاضی فیزیک قدرت مغزش بالای تجزیه و تحلیل که جیر نده، همه چی رو گذاشت کنار هم، سریعاً راهکار اومد، راهکارو داد دست بابا. ما فهم بری تقلب نکن، ریاضی فیزیک جماعت تقلب نمی کنه. خفه شد دیگه بابا. سر تقلب گوشی بود. ببین امتحان داشتیم خب، بعد من تقلب کردم اون امتحانو. مثلا امتحانی که من همیشه 10 میگرفتم و من اونقدر اصلا عقلم نرسید که آقا دوتا رو اشتباه بنویس. گوشی رو برداشته بودم، بعد معلمه مثلا پرت بود، بعد گوشی رو برداشتم سوالا رو میزدم تو اینترنت خیلی با حوصله مینوشتم. حالا بقیه بچه پاره شد، امتحان تاریخ هم بود فکر کنم، پارش خود ترکا مثلا بالاترین نمره کلاس 75 بود، بعد من 100 گرفتم. تو چجوری اینقدر تاریخ مرقم خوب بنده؟ بعد مثلا معلمه نگاه کردید مثلا من امتحان قبلی مثلا دو سه تا جمله نوشتم غلط خورد به زور بهم ده داد حالا ضایع نمیشم. 10 از 100 و امتحان بعدی 100 گرفته بود. اصلا خیلی ضایع بود، خیلی ضایع بود. بچه‌ها آی کیو در حد شلغم. آره تقلب ازم نگرفته بودن که بخوان ثابت کنم من تقلب کردم، یعنی نه خود شلغم، آب شلغم. آی کیوش در حد آب شلغمه. آقا ما دو تا خاطره داریم، یکیش از سال 12 و یکیش از سال 9. خاطره سال 9 هم اینه که ما یه ناظمی داشتیم اسمش آقای زارعی بود و ایشون مثل اینکه جنگ بوده نمیدونم کجا بوده. سوال دفعه بعدی من جلو نشینم، من خیلی گندم تو خیلی کوچولی. خب اوکیه دیگه، تو اینجا میشینی من اونور میشینم، خیلی خوبه. الان من یه جوری ام خودم نگاه کنم ببینم نصف تصویر رو گرفتم کاملا. آقا ما دو تا خاطره داریم، یکیش از سال 12 و یکیش از سال 9. خاطره سال 9 هم اینه که ما یه ناظمی داشتیم اسمش آقای زارعی بود و ایشون مثل اینکه جنگ بوده نمیدونم کجا بوده، ما ربطی نداره. حالا ایشون یه دونه ماشین L90 داشتن که آنتنای رادیو L90 رو ببینی خیلی بزرگ و درازه. من تو آنتن L90 فقط نگم آنتنای L90 خیلی خوبه، خیلی کارایی داره. نه حمامش مثلا تمیز بود، من خیلی استفاده های خوبی ازش کردم. اما اونو برمیداشت تو حیات ما رو با اون میزد. بعد این بنده خودم هم چرا کلیدم کرده بود رو ما، ما یعنی چپ میرفتیم میکروفون صدا میکرد ما رو، میومدیم اونجا تا میخوردیم ما رو میزد، می راست میرفتیم میومدیم ما رو میزد. الان چند وقت پیش شنفتیم کرونا گرفته مرده، و چند وقت با چند از بچه‌ها رو تونستم پیدا کنیم رفتیم یه جایی، به سلامتیش که نه ولی برای عذاب بیشتر کشیدنش دو سه تا شات زدیم. این از خاطره نهمم. خاطره دوازدهم این آقا من بشه جدی واقعا چطور دلشون میاد یه بچه رو بزنه؟ خیلی باید روح خبیثی داشته باشی که تو یک شخص، حسن یک موجود ضعیف‌تر از خودتو بتونی بزنی. آره
واقعا خیلی باید خبیث و توهی باشی که یک شخص، حالا شخص، حیوان، انسان، دختر بزنی، از خودت ضعیف‌تر رو بتونی بهش آسیب بزنی، خیلی باید حرومزاده باشی. از خودت قوی‌تر بزن بگا پاره کن، هیچ کس هم چی نمیگه. خداشو خیلی بهتر شده تو این موارد. آره. مدارس قدیم تا اونجا که من شنیدم خیلی زیاد بود، ولی خب این اواخر اصلا معلم‌ها جرئت نمی‌کردن که همچین کاری کنن. درست میگی. پدر مادر باز بهتر شده. آره. بابا من اولین باری که کتک خوردم رفتم به مادرم گفتم دیر کرده بودم چی شده بود؟ نمی‌دونم، گفتم من کتک خوردم معلم زده فلان، گفت حتما یه کاری کردی که تو رو زده. بعد از اون دیگه هر وقت کتک می‌خوردم نمی‌اومدم خونه بگم که مثلا حداقل اینور محکوم نشن که بگن تو پسر بدی بودی که کتک خوردی. ببین چقدر چوب معلم گله، هر کی نخوره خوله. برنامه‌نویسی می‌خونم تو هنرستان. ما کل سال با معلم پایه‌مون تو کل مدرسه رو سیستم‌هاشون رو لنگ کردیم و کانتر بازی می‌کردیم. یعنی از هر بازی که بگیم تو مدرسه ریختیم و بچه‌ها بازی می‌کردن. یعنی ما کل سال یه ذره درس نخوندیم، ما یه ذره کانتر بازی می‌کردیم. آخر سال شد، معلم اومد بهمون کیرفندی زد، قرار بود بهمون سوال بده، سوال نداد و به ما گفت که می‌ندازمتون فلان نویسا. یک ساعت مونده بودش به امتحان، من رفتم پی ویش التماس و اینا، یه نزدیک 20 تا سوال داد، 40 تا سوال داد بودش امتحان، 20 تا شد که بتونیم مثلا قبولیو بگیریم. ولی واقعا معلمای این نظام واقعا واقعا کیریان. چی بگه آدم، آخه همه رو نمیشه با یه دید نگاه کرد. من معلم خوبم داشتم، معلم بدم داشتم. آره میگم خوبی شدم بشه. کلا خب یه سری مسئولیت تو فضای کشور زیاد شده. یعنی مثلا این مسئولیت فقط تو معلما نیست، مثلا شاید تو نجارا هم باشه، شاید تو مهندس هم باشه. آره فساد کلا همه گیر شده. آره به همین شغل نفوذ پیدا کرد. ولی خب معلم خیلی مهمه واقعا. معلم مهمه. از اون مهمتر مامان معلمه که باید معلم، جدی دارم میگم، مامان معلم اگه خوب باشه، معلم و جوری تربیت میکنه که اون معلم عقده‌ای بار نیاد که بخواد شاگردو اذیت بکنه. پس مامانا رو باید دریابید. اوکی، اینم از خاطرات شما و ما از مدارس دوران مدرسه. ولی حال میده دوران مدرسه. من که حال میگم، مخصوصا دبیرستان که اصلا بوم بود، تعطیل میشدیم ناراحت میشدیم یعنی بریم خونه چیکار بکنیم. بعد اون موقع اینترنت و این داستانا نبود که، هیچ چی نداشتیم، میومدیم خونه باید هوا رو نگاه میکردیم، هیچ کاری نداشتیم بکنیم. ولی تو مدرسه خوش میگذشت. بعد مدرسه کیف میاد. خب مرسی که ما بودید. این ویدیویی که رو صورت منه رو ببینید خود تنگید. لایک کن، سابسکرایب کن، خدا بدید.